وفاة رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، زماني كرسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم از حج بازگشتند و كمل هذا الدين، و این دین به کمال رسید و کامل شد. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفه، بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روز عرفه نازل شد. اليوم اكملت لكم دينكم، يعني في هذا اليوم كمل هذا الدين، امروز دینتان را بر شما کامل کردم، یعنی امروز دین شما کامل شد. لا يمكن لاحد ان يبتدع في دين الله، و دیگر کسی نمیتواند در دین الله نوآوری و بدعت گذاری کند. حبر عالم امام ممتلع عند اليهود قال لعمر رضي الله عنه، و این روزی بزرگ بود که یهود به این حقیقت در برابر عمر رضی الله تعالی عنه اعتراف کردند و ازش سخن گفتند. قال له آیت فی کتاب الله نزلت، به عمر رضی الله عنه گفتند که آیه‌ای در کتاب خدا نازل شده که لو علينا معشر اليهود نزلت، که اگر بر ما یهودیان نازل شده بود، لاتخذنا يوم نزولها عيدا، روز نزول اون رو عيد قرار می دادیم. لان هذا فضل عظيم، زیرا این فضل و فضیلت بزرگی است. هذه الآية، و اشاره اونها به همین آیه بود. قال له عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه به اونها فرمود قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم جمعة، این آیه روز عرفه و روز جمعه بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. لذا این روزها روزهای بزرگی است. و هذا الدين كمله الله سبحانه وتعالى، و الله متعال این دین رو کامل گردانید. مرض النبي صلى الله عليه وسلم، بعد از اون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیمار شدند. كان عليه الصلاه والسلام في مرض يذكر هذه اللقمه التي وضعوا له السم من و در ایام بیماری خودشون از اون لغمه سخن میگفتند و یادآوری میکردند که یهود بهشون داده بودند و درش سم ریخته بودند. و كان في مرض موت يحذر الناس، رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبی اجمعین هشدارهایی رو برای قوم خودشون، برای مردم در دوران بیماری خودشون بیان میکردند. يحذر الناس من الشرك، مردم رو از شرک بر حذر می داشتند. یأمر الصحابه رضوان الله عليهم والامه بالاجتماع، امت رو، صحابه رو به اجتماع و یک پارچگی دستور می دادند. لا ترجعوا بعدي كفارا، فرمودند که بعد از من از دین بر نگردید و به کفر بر نگردید. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك اكثر مما يوعك الواحد منا، شدت بیماری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مراتب شدیدتر و بیشتر از شدت بیماری است که هر یک از ما بهش دچار میشیم. امر بالصلاة، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نماز دستور دادند. نعم، و توفاه الله سبحانه و تعالی فی یوم عائشه رضی الله عنها فی بیتها، و الله متعال چنین مقدر فرمود که وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نوبت و خانه عایشه صدیقه رضی الله عنها باشد. لم يصدق بعض الصحابه، برخی از صحابه وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو تصدیق نکردند. ارتد بعض الناس لصحاف السلام، حتی برخی از مردم با وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرتد شدند. امتنع بعض الناس من اداء الزکات، برخی از مردم از ادای زکات امتناع ورزیدند. قام ابو بکر رضی الله عنه، ابو بکر رضی الله عنه برخاست و قضا على هذه الفتنه بفضل الله، و به فضل الهی این فتنه رو به پایان رسوند و بهش پایان داد. و ذکر ان من كان يعبد محمد عليه الصلاه والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم يموت، و یادآور شد که هر کس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو عبادت میکرده اون بزرگوار وفات نموده. و ما محمد الا رسول، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقط رسول و فرستاده الله هست. الانبیاء رسل یموت،
همه پیامبران میمیرند و از دنیا میرند. و الله سبحانه و تعالی هو الحی الذی لا یموت. و این الله متعال هست همیشه زنده‌ای که هرگز نمیمیره. نؤمن بالنبی صلی الله علیه و سلم. به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایمان داریم. و انه ادى الامان. و اون بزرگوار امانت رو به طور کامل ادا فرمود. و نصح الامه. و برای امت خیرخواهی کرد. و بلغ. و وحی و امر الهی رو آشکارا و بدون کم و کاست رسوند. و جاهد فی الله حق جهاد. و آنگونه که باید و شاید در راه الله مجاهدت نمود. اسأل الله سبحانه وتعالى اجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. از الله متعال مسئلت داریم که ما رو در بهشت برین در فردوس بالا در جوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جای دهد.